of politicization of agency is very dangerous for the future of agency. علی اصغر سلطانی نمایندگی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی اورانیوم را حتی برای لحظه‌ای متوقف نمی‌کند. این واکنش او تنها یک روز بعد از اعلام بی‌نتیجه بودن مذاکرات آژانس با ایران است. Differences remain, so we could not finalize. هرمان ناکالتس معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس با ایران از تهران بازگشت. او میگوید بعد از دو روز مذاکره با مقام های ایران نتیجه‌ای به دست نیامده و اختلاف دو طرف باقی مانده است. آژانس انرژی اتمی خواستار بازدید از برخی سایت های هسته‌ای ایران است. در آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی آمده که ایران آزمایش های نظامی در سایت پارچین انجام داده. مقام های تهران تا کنون با بازدید از پارچین موافقت نکردند و به نظر می رسد این مخالفت آنها موجب شده هیئت اعزامی آژانس به تهران از مذاکرات راضی نباشد. مذاکرات ایران و آژانس می تواند مقدمه ای برای دور آینده مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 باشد. البته بی نتیجه ماندن مذاکرات آژانس و ایران بر آن مذاکرات هم تأثیر دارد، به طوری که هنوز معلوم نیست ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان چه زمانی پای مذاکره می نشینند. تحریم های فراگیر علیه جمهوری اسلامی در ماه های اخیر افزایش داشته و موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی در ایران شده است. از سوی دیگر درآمد فروش نفت ایران به اندازه قابل توجهی کاهش داشته. همین امروز یونس امیری فرمانده سپاه استان کوکیلویو بویرحمت تایید کرده که تحریم ها باعث شده نفت ایران از 2,300,000 به 600,000 بشکه در روز برسد. ایران خواستار برداشتن تحریم هاست، اما کشورهای غربی میگویند جمهوری اسلامی هم باید دست از فعالیت هسته‌ای مشکوک بردارد. که ملت ما نشانه های پیروزی رو به چشم دیده است، به آنها نزدیک شده است. با اینکه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید دارد هنوز تحریم ها اثری نداشته، اما رئیس جمهوری ایران و چند مقام دیگر با اعتراف به اثر تحریم ها شرایط پیش روی جمهوری اسلامی را سخت عنوان می کنند. تصمیم گیر نهایی درباره مذاکره با غرب یا تعلیق فعالیت هسته ای تنها با آیت الله خامنه ای است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا،